شام چند تا لیوانو بگو خوب من چی بیا بذار روششی الان بای صبح نشی بگو الان موقعش نیست چند تا به مزاز ای بکن چند راز رو زمینی ولی انگار داری میکنی پرپاس چرا اینقدر جذابی تو 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 لامتر تو 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 نبستری تو 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 لامتر چرا اینقدر جذابی تو تو درود رفقا، درود عشقا، درود مشتیا، درود ایرانیا، با سیمای نهاد مردمی در خدمتتون هستیم. در سال 1400 سالی که قرار قرن رو عوض کنه، یعنی یه قرن رو پیش رو گذاشتیم که پر از اتفاقات مختلف بود، از تعویض‌های مختلف و گل به خودی ها گرفته تا خیلی چیزهای دیگه، و این قرن جدید با سال گاو آغاز میشه، سال پربرکتی که پر از اتفاقات خوب قراره واسه ایرانی ها باشه. این سال رو به شما عزیزان تبریک میگم. موقعان مجری این برنامه یه دفعه اینجا قرار گرفتم، یه دفعه یه هم شد که مجری شدم، هر بود یه از دیگه مجری باشه، یک جای دیگه بود نشد، من اومدم خدمت شما یه چند ساعتی رو در کنار هم باشیم، بزن و بکوب و برقص و اینا. اما در کنار همه اینا کارنامه پارسال رو نمیتونیم فراموش کنیم. از سیل و بدبختی و آوارگی و گرسنگی و پول خوردن مردم و فرار نخبه و فرار پولبر و مرگ کولبر و سیستان بلوچستان و سیل در شمال و جنوب و فروش مناطق ایران و دریای کاسپیان و خلیج فارس و هرچی اتفاق بعد بود تا خوردن موشک و یعنی ساچیده شدیم. از این آشغالتر نبود دیگه، تنش فقط باید چپونده میشد که کرونا بیاد. بله کرونا اومد، یه دفعه ما رو چپون در خانه و
هر روزم دو سه تا آمار دادن و که فوت کردن و اینا، داشت نسل ایرانی ها منقرض میشد تا رسیدیم به این سال که امیدوارم در این سال بساط کرونا هم جمع بشه و این ولش کن ها و بیتفاوتی و درد و مرض و اینا جمعی هم همه تموم بشه دیگه، بابا ما همه حالمون خوب بشه، یه دفعه بیایم به خودمون بیایم ببینیم صبح بیدار شدیم همه حالشون خوبه، هیچ کس درد و مرضی نداره، ایران رو میخوان خوب بسازن و مردم به این فکر افتادن که اگر الان نخوان آزاد باشن فردا میمیرن، یعنی این نوید افکاری که تو سال پیش مرد و کشتنش نمرد، کشتنش ممکنه من تو اون پسر خواهرت پسر برادرت فک فامیلی نوید افکاری باشه، یعنی این اصلا چیز بعید و فرض محالی نیست فردا روز، چون اگر همینجوری بگذره نسل ایرانی ها منقرض میشه. بله سالی که گذشت پر از اتفاقات ناجور بود متاسفانه، و صبح بیدار میشدیم اتفاقی میافتاد، شب میخواستیم بخوابیم دلجگرم اون دلجگر دو صبح برای چه اتفاقی بیفته، هر روزم تسلیت و این چیزا، تسلیت ایرانم، تسلیت عزیزم، تسلیت ایرانی من، تسلیت دوست من، تسلیت رفیق من، حالا اون بد شد دیگه، اینقدر تسلیت بود این داغون شد. خلاصه که حالا اول سالی و این کامتون تلخ از تختر نکنم، بریم با هم یه دونه آهنگ ببینیم، بعد برگردیم یه سری دیگه صحبت بکنیم، بعد بفهمیم نوروز چه خبره، بعدم شما رو بسپاریم به دست خداوند ایران زمین، همون خدایی که ایران و ایرانی رو آفرید برای خلق بهترین ها. دوستتون داریم، امیدواریم که امسال رو با شور شروع کنیم، بریم آهنگ رو با هم گوش کنیم، به پلی. جونی بودی اسمت میشد جون جون جون، کشتی ما رو یه جورایی، لات بمیری سامورایی بابا ستون، بدن تو تیش داره آره دوتا چه شد لاتیش باره، فیلم رقصیدنت سیمور میبره تو جشنواره، با اون هیکل دستی دستی ولی عصر رو بستی، تو خودت یه پایا کوزایی با موهای دو مستی، آخ پیتن پیتن از تهران تا توکیو، من فقط تو رو دوست دارم عزیزم تو کیو، وای پیتن پیتن از تهران تا توکیو، من فقط تو رو دوست دارم عزیزم تو کیو. ها روزایی که خونه نیستی ما پارتی میکنیم، سومیه جان وای نرو سومیه، چه بدنی داری سومیه، علف میزنی سومیه، اوبر نزنی سومیه ها، تهران همه خط چشا دادا، امشب کم بکشا دیگه، باید بذاریم کنار حالا شم بشادا، ای تو روح تو بابا چقدر دیکل خوبه تو بابا، چه بدنت ردیف تو بابا، یزید تو بابا من برادر، یلا برو بلا آروم سرسی انا ها، برو برو بلا هلا سیو برا ها، برو بلا چی میگه ها، چی باق ای باق 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 آخر وقتو باق 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 زنگ بزن دست بیا، چته چرا پوزه تو هم تو رستک ساقی رو جواب نمیده، کرونا اومده You are listening to DJ Kurosh. سال نو مبارک تو با
امیدوارم امسال سالی با پر از برکت و شادی به مهموناتون و امیدوارم امسال سالی با بدون آخون و نه به جمهوری اسلام. درود دوستان گرامی، نیما پاکنماد هستم. 2580 امین سال روز و عید پادشاهی ایران زمین رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از رونق، پر از برکت، پر از شادی، پر از رقص در کنار هم دیگه داشته باشید. سالی بدون جمهوری اسلامی، سالی بدون حکومت ظلم، جهل، خرافات، ظلم، ستم، اعدام، حجاب اجباری رو داشته باشه. امیدوارم سالی باشه که به خودمون بیاییم و بدونیم لیاقت ما خیلی بیشتر از هم خواست. نه به جمهوری اسلامی، نه به حجاب اجباری، نه به حکومت دینی جاوید شد. فاروخم شیطت کنیانا و شیطت الف و ارقما اچل ایرانایت پریس جو دنیا اتلی هیوی اشیتا هویا شیطت آزادوتا اچل ایرانایت و امسخ پرکخ من کلوتت نجم. سال نو امی هموطنان عزیز تبریک گویم. سال خیلی سختیه پشت سر بنایی. امید دارم از سال جدید سالی پر از برکت بیده اماره. امید دارم از سال جدید میانی همه با هم همدیگر پشت بیبیم تا بتنیم امی ایران دوباره آزاد کنیم، تا بتنیم دوباره با هر باور و عقیدهی با آرامش و صلح در کنار هم زندگی بکنیم. سالی پر از برکت، سلامتی و شادیه شما را آرزو کنم. شمی جان آوردم. با درود به همیانه گرامی، سال نوی باستانی به شما شاد باش میگم. با آرزوی سالی پر از تندرستی و شادی برای شما دارم. به امید داشتن ایرانی آزاد در سال آینده. نده بمونه باشه، بگو باشه، باشه. تا کی میخوای بری جلو، هی به من بگی برو برو، تا کی، بگو تا کی، تا کی. نری فردا میای یا بخوای اصرار کنی من برگردم، نه من قهر کردم تو رو واسه سادگیات میخواستم، الان واسه چی وایسم وقتی دلبری کردی و رفتی. نری فردا بیای یا بخوای اصرار کنی من برگردم، نه من قهر کردم تو رو واسه سادگیات میخواستم، الان واسه چی وایسم وقتی دلبری کردی و رفتی. اصلا یه تاریخه برای شما عزیزان آماده کردم، ببینیم نوروز چیه. بریم با هم ببینیم نوروز. سلام، من سپهرم، خدای برنامه و ناخودآگاه سیامک. درود، من نوشین هستم. اشتباه آقای مدیر رو درست میکنم، من خدای برنامه هستم و ناخودآگاه سیامک. باز شروع شد. کی گفته شما خدای برنامه ای؟ چی میگی تو؟ من خدای برنامه هم. کی گفته؟ من میگم اینجا. شنونده باید عاقل باشه. شنونده تشخیص میده کی صداش بهتره، کی قشنگتر حرف میزنه، کی بهتر میخونه. شنونده که تشخیصشو داده، تو اینجا چی میگی؟ بذار بخونیم ببینیم چی میشه. آقا جان میشه دقیقه صبر کنین؟ آقا دونه دونه آقا جان بخون عزیزم. من شروع میکنم. نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایران برابر با یکم فروردین ماه و جشنهای مربوط به آن یکی از کهن‌ترین جشنهای مانده از دوران ایران باستان است. آغاز نوروز که تحویل سال نامیده می شود یک رویداد نجومی است. خورشید در طول یک سال دو بار در محل تقاطع با استوای سماوی قرار می گیرد، نقاطی که به اعتدالین معروف است. خورشید زمانی که روی هر یک از این نقاط یا اصطلاحاً گره ها قرار بگیرد، طول شبانه روز روی زمین برابر می شود. در نیمکره شمالی وقتی خورشید روی نقطه‌ای که به اول حمل یا اعتدال بهاری یا گره سعودی معروف است قرار می گیرد، از فردای آن کم کم از استوای سماوی ارتفاع می گیرد.
در نتیجه طول روزها بیشتر شده و بهار آغاز می شود. این نقطه تقاطع همان جایی است که وقتی خورشید به آن می رسد، آن را نوروز می نامیم. لحظه تحویل سال ما دقیقاً زمان این رویداد است و برای همین هم لحظه تحویل سال ایرانی در سراسر جهان یک لحظه است. ما در یک لحظه زمستان را پشت سر گذاشته و قدم در بهار می گذاریم و به استقبال سبزی جان و جهان می رویم. نوروز به عنوان یک جشن قدیمی با اومدن من تموم نشده که حرف نزن. چه عطه؟ من میگم بهار عطسه میکنی؟ حساسیت فصلیه دیگه. حساسیت داری خانم محترم؟ برید جای شما این... آره دیگه، گل و نمیدونم اینا هستش، بیرون اومدم داخل استودیو فصلی عطسه کردم استودیو دیگه. موقع زب بابا میخوام بخونم. من کی شما رو را داده اینجا؟ من نمیدونم چرا باید منی که دارم این خوبی اجرا میکنم. یه دقیقه دو دقیقه بگیریم بشینیم. ای بابا خانم شما ادامه بده، شما ادامه بده. نوروز به عنوان یک جشن قدیمی و کهن از اقوام متعددی به ارث رسیده و شناسنامه ایرانی به خود گرفته و از آن به عنوان نماد پیوندگر افراد و اقوام ایرانی و ملت ایران یاد می شود. ایرانیان نوروز را آغازگر رستاخیز طبیعت، رویش و زایش باغ و بستان می دانند. واژه نوروز از فارسی میانه گرفته شده که ریشه در زبان اوستایی دارد. امروزه واژه نوروز در زبان فارسی به دو معنی استفاده می شود. نوروز عام به معنی روز آغاز اعتدال بهاری، برابری شب و روز و آغاز سال نو. نوروز خاص روز ششم فروردین با نام روز خرداد. ایرانیان باستان از نوروز به عنوان نواسردا یعنی سال نو یاد می کردند. امروزه در نوشته های یونسکو و بسیاری از متون سیاسی نگارش این واژه در الفبای لاتین تلفظ فارسی را مبنا قرار داده است و به صورت نو روز استفاده می شود. برای میلیون ها باورمند به نوروز انتخاب آغاز سال نو. خانوم محترم، میلیون ها باورمند به نوروز، چرا مکس میکنی؟ ای بابا اون من میگم اینجاش اینجا نیست، شما میگید چرا؟ کار آدم رو زیر سوال میبری دیگه. عزیز من شما برو یه چهار تا کتاب بخور، چهار تا مطالعه بکن. بابا کتابامو خوندم که اومدم اینجا نشستم. تو فقط خوبی که معلومه. اول برنامه هم اعلام کردم خدای برنامه. آقا جون خدای برنامه چی از؟ من اعلام کردم من خدای برنامه. آقا بابا یه لحظه سکوت، یه لحظه سکوت کنین. ای بابا یه لحظه سکوت کنین. هی بابا خانوم ادامه بده. میشه دیگه توی حرف من نپری؟ سعی میکنم ولی قول نمیدم. متشکرم. برای میلیون‌ها باورمند به نوروز انتخاب آغاز سال نو با آغاز فصل بهار نشانه ای از هوشمندی نیاکان ما بوده که سال نو را با سبز شدن و برآمدن شکوفه ها و شادابی طبیعت همراه کردند. این انتخاب و جشن ها و آیین های مربوط به آن نه تنها ایران را در برابر تهاجم عرب ها، مغول ها، ازبک ها و ترک ها پاسداری نمود، بلکه این بابا ادامه بده سپر جان ادامه، بلکه اینک با فرار بسیاری از ایرانی ها از جهنم جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر جهان و برگزاری آیین های نوروزی، نوروز جایگاه ویژه‌ای در این کشورها به دست آورده و حتی از پشتیبانی دولت ها نیز برخوردار شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2010 21 مارس را برابر با اول فروردین تحت عنوان فرهنگ صلح به عنوان روز جهانی نوروز به تصویب رسانده و در تاریخ خود جای داده است. طی این اقدام که برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل صورت گرفت، نوروز ایرانی به عنوان یک مناسبت بین المللی به رسمیت شناخته شد و نخستین بار نوروز 1391 را در صحن عمومی سازمان ملل و یونسکو به میزبانی ایران جشن گرفتند. نوروز در تقویم میلادی در بیشتر سالها
با 21 و گاه 20 و به ندرت 22 مارس مطابقت دارد. جشن عید نوروز که از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی محسوب می‌شود و به گفته پژوهشگران به احتمال زیاد به اقوام بومی ایران قبل از مهاجرت. بابا آقا چرا کار میکنین دیگه؟ ای بابا بابا آخه نمیشه دیگه بابا، هی زیره افراد پیچه یاد بابا نفهمه چی میخونه خدا بایی. بابا یه لحظه اجازه بده خانم شما بابا من دارم میخونم اصلا خراب شد دیگه، من اشتباه خوندم اصلا دیگه. من دارم میخونم هی زیره من پیچ آقا جان شما من نمیدونم ناخداگاه منی خداگاه منی خدا من خودم نه منم دیگه، من زودتر گفتم من گفتم قبول کردی گفتی باشه. نه اصلا این قبول ندارم. کی گفت من گفتم باشه؟ ویدیو چک. آقا ساکت. از ناخودآگاهت بپرس. آقای دانت بپرس. آقای سپه. بله چی شد؟ اجازه میدین شماها؟ خانم شما ادامه بده. جشن عید نوروز که از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی محسوب می‌شود و به گفته پژوهشگران به احتمال زیاد به اقوام بومی ایران قبل از مهاجرت آریایی‌ها نسبت داده شده. تمام اینا رو اینا دیگه نمی‌خواد. ویراستارم شده خانم عثمان. شما میشه لطفاً اونی که نمی‌خواد رو نخونی، اونی که می‌خواد رو بخونی؟ بخون اونی که می‌خواد رو بخون. نخستین پادشاهی که کارو دادن بخون بره دیگه. نمیتونی بگو یک فردی بابا، که صلاحیت بیشتری داره صلاحیت بهتری داره باشه بیاد اینجا. شما جای یک نفر دیگر رو گرفتین. عجب گرفت. ای بابا آقا ادامه بدی. من هیچی نمیگم. نخستین پادشاهی که موجب رسمیت پیدا کردن نوروز شد کوروش بزرگ بود. وی قبل از میلاد مسیح و در سال 538 دستور پاکسازی محیط زیست، ترفیع نظامیان، عفو مجرمان را به این روزها موکول کرد. نوروز در زمان ساسانیان و اشکانیان عزیز و گرامی شمرده می شد. حاجی فیروز هم از مشهورترین پیک های نوروزی که با لباس ویژه خود با شلوار و پیراهن قرمز، گیوه نکتیز و منگوله دار و صورت سیاه شده فرارسیدن نوروز را نوید می دهد. حاجی فیروز نماد اسطوره سیاوش است. چهره سیاهش نشان بازگشت است از خانم محترم شما اصلا می دونی این از کجا اومده حاجی فیروز؟ نباید توضیح بدی. نه فقط حاجی فیروز از کجا اومده؟ همه اینجوری میای میگی و نمیدونم این لباس قرمز پوشیده و سیاه کرده و منگوله داره و اینا. نمیشه که. آقا سپر از کجا اومده؟ آقا منگوله آقا چی کار داره؟ بذار من بگم از کجا اومده. اون زمان که الهه تموز که ایشتر نام داشت برای ازدواج شاه دوموزی رو در نظر میگیره، روزی ایشتر به دلایل نامعلومی به زیر زمین سفر میکنه. با ورود او به زیر زمین جریان باروری و حیات در زمین متوقف میشود. خدایان برای رفع این مشکل تصمیم میگیرند دوموزی را به زیر زمین بفرستند. وقتی دوموزی به زیر زمین باز میگردد، فصل بهار آغاز میشود. او هنگام بیرون آمدن از زیر زمین تنبک و دایره زنگی در دست داشته و صورتش کاملا سیاه بوده است. به این ترتیب حاجی فیروز در پیشینه اساطیری ما شکل گرفته است. خانم محترم متوجه شدی؟ اینجوری اومده. بله شما خود. حالا توضیح بده. باید بگی روشن شفاف سازی کنی. بفرمایید. حاجی فیروز نماد اسطوره سیاوش است. چهره سیاهش نشان بازگشتش از جهان مردگان، لباس سرخش نماد خون سرخ سیاوش و شادی او هم به خاطر حیات دوباره سیاوش است که مثلا از آداب و رسوم قدیمی ایرانیان بر جا مانده. شوربختان امروزه نمیتوانیم آداب و رسوم و جشن نوروز باستانیمان را آنطور که میخواهیم برگزار کنیم. جهانی پر از بیماری کشنده، کشوری در طغیان و پر از رنج مردمی عبوس و عصبانی و جیب بریده شده. آقا تدارکات کجاست؟ برای ما یه چای چیزی یه بالشی متکاجی. بابا خوابمون گرفت خانم محترم. خوابمون گرفت. بابا نوروزه. ذره اینجوری
با انرژی بذار وای سر مرد خواه همش داره حرف میزنه حرف میزنه وایسا خب وسط برنامه چایی هم میخوای انرژی انرژی بابا چایی انرژی چی دیگه چی انرژی مونده سب کن میشه برای شما دیشب کم خوابیدی فکر کنم چه کاری با خانم از آقا همین من همین ترجمه واس همین چرا شما این کارو ای بابا ای بابا خانم عزیز ای بابا عجب بدبخت ای بابا اصلا کی اومده اینجا آقا نوروزتون مبارک دیگه آقا نوروزتون مبارک من چرت نوروزتون مبارک انگار نه انگارم نوروزه اصلا یه دارن شورش در میارن خوبه بابا شور کجا بودی ترشی امنی بابا میخوام بگیریم بخوابیم اینجا میدونی شما دارین شورش در میارین آقا من دارم برنامه اجرا میکنم من دارم برنامه اجرا میکنم عیده من کنترل یعنی روی ناخودآگاه خودم حتی ندارم ساکت دو دقیقه ساکت نه خیر من مشکلی ندارم مشکل از شما آقایون بیا تحویل ادامه بدید لطفا اما می توانیم به آینده ای که می سازیم امیدوار باشیم و زمستان سرد را به دست بهاری زیبا بسپاریم تا کشوری پر از آرامش و شادی را با هم تجربه کنیم. سال 1400 و آغاز قرن جدید و سال گاو را به شما عزیزان اینجا رو من قرار بود بخونم. شما همجوری یک کله گازشو گرفتی داری میری دیگه چه بدش آقا یه ناخودآگاه خودآگاه چی هرچی بابا چه بابا من تبریک بگم از اون اول مشخص شده بود این دیگه رو من باید بگم اون که بهتره جمعه یه تحصیل گذاره میگه من میشه اینو همه میدونم من خدای برنامه من یه چیزی من باید بگم یا نه آقا میشه خدای برنامه من چهار تا چیز میخوام بگم بابا چه مزیتی داره بابا خانم بس کن شکایت من همون بگه تو مبارک تو چون میگیرم دستا چه میگیرم رو به راه حالم وقتی با حاض را میرم به تو دل میدم آره مرز میمیرم زیر رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد توی قلبم جاد شد دنیای من چه شاد شد دل واموندم دیوونه یه کارات شد بهت دل بستم از وقتی که پیدا شد I'm